دوستان درود بر شما دیابت یکی از شایع ترین بیماری هاست که سبک زندگی افراد دیابتی را تحت تاثیر قرار می دهد بیماران دیابتی نه تنها باید به مصرف مواد غذایی باشند بلکه نمی توانند هر میوه را مصرف کنند زیرا همه میوه ها برای دیابتی ها مفید نیست و وجود مقادیر زیاد قند به شکل فروکتوز و ساکاروز در برخی از میوه ها باعث افزایش سطح قند خون در بدن می شود هلو جزو میوههای تابستانی با قند پایین محسوب میشود که مصرف آن برای افراد دیابتی توصیه میشود میزان درصد قند موجود در هلو جزو قندهای مفید برای کنترل انسولین در بیماران دیابتی میباشد همچنین هلو دارای فیبر و ویتامین و شاخص گلیسمی پایین است کیوی یک میوه بسیار خوش داره دارای ویتامین و آنتی اکسیدان است که به دلیل دارا بودن فیبر بالا و شاخص گلیسمی پایین سبب کاهش سرعت جذب قند خون در بدن شده و نقش مؤثری در کنترل قند خون افراد مبتلا به دیابت ایفا می‌کند. آلو میوه تابستانه و دارای قند پایین فیبر بالا و سرشار از آنتی و ویتامین است که می تواند به تنظیم سطح قند خون کمک کند توصیه می شود بیماران دیابتی آلو سیاه مصرف کنند زیرا این میوه سرشار از آنتوسیانین و آلوجیک اسید است و به همین خاطر برای افراد دیابتی بسیار مفید میباشد باشد آلو به کنترل تبدیل کربوهیدرات به قند خون کمک می کند توت ها از بهترین میوه ها برای بیماران دیابتی هستند زیرا سرشار از ویتامین بوده و خواص ضد التهابی دارند دارای شاخص گلیسمی پایین در مقایسه با سایر میوه ها بوده و قند کم و فیبر بالایی دارند پس بهتر است افراد دیابتی در تابستان توت فرنگی تمشک زغالخته و شاه توت مصرف کنند گیلاس یکی از خوشمزه ترین میوه تابستانی است که افراد مبتلا به دیابت می توانند از آن استفاده کند. گیلاس تازه و ارگانیک دارای فیبر، شاخص گلیسمی پایین و آنتی اکسیدان های مختلفی است که عامل رنگ قرمز گیلاس هستند و باعث افزایش تولید انسولین در بدن شده و به تنظیم سطح قند خون نیز کمک می کند و انگور نیز برای افراد دیابتی ممنوع نیست بلکه مطالعات نشان میدهند مصرف انگور در حد اعتدال موجب کاهش سندروم متابولیک و پیشگیری از ابتلا به چاقی و دیابت نوع دو و موجب بهبود سلامت روده ها می شود. هندوانه مملو از آب و فیبر است و بار گلیسمیان پایین است افراد مبتلا به دیابت می در یک روز 150 گرم هندوانه بخورند که تقریبا معادل یک فنجان هندوانه خرد شده در روز است زردالو میوه کم کالری و کربوهیدرات است. یک زردالو فقط 17 کالری و 4 گرم کربوهیدرات دارد و این خبر خوبی برای بیماران دیابتی است چون آنها به خوبی می توانند زردالو را در رژیم غذایی خود قرار دهند و از طرف دیگر فیبر موجود در آن می سطح قند خون را تنظیم کند. دقت داشته باشید که این مطالب تنها جنبه اطلاع رسانی و آموزشی دارد. از این رو توصیه پزشکی و تخصصی تلقی نمی شوند و نباید آنها را جایگزین مراجعه به پزشک جهت تشخیص و درمان کنید. اگر شما هم تجربه در این مورد دارید در قسمت کامنت ها با ما و دیگر دوستانتان به اشتراک بگذارید و برای حمایت از ما لطفا حتما این ویدیو را لایک کنید.